در 37 روز از قیام سراسری جوانان در مناطق مختلف تهران و شهرهای عراق، دسفول، سنندج، مشهد، بوکان، مهاباد، بندرعباس و شهسوار با شعارهای مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه‌ای و امسال سال خونه سید علی سرنگونه و با آتش زدن و کنترل خیابان‌ها دست به تظاهرات و درگیری با نیروهای سرکوبگر زدند. تظاهرات گسترده دانشجویان دانشگاه‌ها در 37 روز از قیام در دانشگاه تهران، دانشگاه ملی، امیرکبیر، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشگاه شریف و دانشگاه‌های شهرهای تبریز، زاهدان، اصفهان، مشهد، یاسوج، کرمانشاه، همدان و یزد با شعارهای مرگ بر دیکتاتور، خامنه‌ای قاتله، ولایتش باطله و مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، ادامه داشت. یک شنبه اول آبان، اطلاعیه شماره 3 نفتگران آزادی خواه آبادان، اعلام روز دوم اعتصاب کارگران و کارکنان فاز 2 پالایشگاه آبادان و گروهی از کارگران شرکت‌های پیمانی آبادان. اطلاعیه شماره 3 کارگران آزادی خواه عسلویه، محکوم کردن اقدامات امنیتی علیه کارگران در مراکز صنعتی در عسلویه و کنگان. قطعاً پیوند مبارزات آزادی خواهانه کارگران با قیام سراسری تضمین پیروزی کارگران و مردم ایران است. تظاهرات و راهپیمایی گسترده ایرانیان آزادی خواه روز شنبه 30 مهر در برلین آلمان، استرالیا، ایتالیا، انگلستان و ترکیه در حمایت از قیام سراسری مردم ایران. در تظاهرات بزرگ برلین در میدان آزادی تظاهر کنندگان شعار می دادند اوین غرق خون، سید علی سرنگونه و مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. روزنامه اشپیگل، احزاب آلمان با دادن طرحی به پارلمان این کشور ضمن حمایت از اعتراضات سراسری در ایران خواستار بسته شدن مرکز اسلامی هامبورگ به عنوان بازوی رژیم ایران شدند.